بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان گرامی، مخاطبان همیشگی و همراهان با خبرنگاران. خوشحالیم که با یک با خبرنگاران دیگه در خدمتتون هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. یک ویژگی که هواسیلن دارن این هستش در حال پرواز گردنشون باهات استرک میگیرن و پاهاشون مستقیم در راستای همون بدنشون هست. 50% صادرات داروی ایران توسط اکسیر انجام میشه. دارویی که بعد از کشورهای آمریکا و آلمان، ایران سومین تولید کننده اون در جهان. مازوت بستری شد برای به دست آوردن ماده‌ای با ارزش در صنعت پتروشیمی. پروپیلن با ارزش‌ترین محصول پتروشیمیایی دنیا هست، کمبود شدیدی تو دنیا وجود داره. تونستیم میزان اسید فیتیک در سبوس فراوری شده رو به میزان خیلی چشمگیری نسبت به سبوس خام کاهش بدیم. در نتیجه ما الان دیگه یه منبعی از فیبر داریم. سرمای زیر 40 درجه سیبری پرندگان رو به مهاجرت واداشته. پرندگانی که ایران یکی از مناطق زمستون گذرونیشونه و آوای دلنشین این پرندگان مدتیه که در خراسان جنوبی هم تنین انداز شده. آن دو طرف کنار هم می‌بینیم. دستم اینجا شما مایلا گرفتیم. چند روزیه که خراسان جنوبی میزبان پرندگان مهاجره. یک ویژگی که هواسیلن دارن این هستش در حال پرواز گردنشون باهات استرک میگیرن و پاهاشون مستقیم در راستای همون بدنشون هست. پرندگانی که سرمای سیبری اونا رو به استان ما کشونده. در فصل سرما در سیبری دمای هوا به زیر 30 تا 40 درجه میرسه و این باعث میشه که اگه پرندگان اونجا باشن تلفات داشته باشیم. از فلامینگو، پلیکان، هواسیل و لکلک گرفته تا اردک، باکلان، کشیم، آبچلیک، سلیم و چنگل. از عواملی که باعث میشه پرندگان اینجا مهاجرت کنن که زیستگاه مناسبی هستش و اینکه تنوع مواد غذایی و امنیت منطقه دارن کم کم دیده میشن. پرنده های مهاجر آبزی و کنار آبزی برای رسیدن به خراسان جنوبی 3000 کیلومتر رو پشت سر گذاشتن. حدود 5 ماه در این زیستگاه حضور دارن. در هفته ما 2 الی 3 مرتبه این منطقه رو مورد پایش و بررسی قرار میدیم. امنیت اگه اینجا نباشه خب پرندگان زیستگاه انتخاب نمی کنن. هم‌اکنون آوای دلنشین مهمانان استانمون از تمام زیستگاه ها به گوش میرسه. در استان 2 تالاب و 20 آبگیر داریم که حدود 5000 تا پرنده به این آبگیرها و تالاب‌ها مهاجرت می‌کنن. کوچ پرندگان برای کسایی که اهل طبیعت گردی هستن میتونه یه فرصت محسوب بشه. خراسان جنوبی تا پایان فصل زمستان میزبان پرندگان مهاجر. پژوهشگر جوان ایرانی با ساخت حفاظ فیزیکی نانوکامپوزیت به کمک فضانوردان رفته تا ساخته او در تولید لباس‌های فضانوردان به جای آلومینیوم استفاده بشه. ساخت حفاظ فیزیکی نانوکامپوزیت برای استفاده در تحقیقات فضایی، حفاظی که برای نخستین بار در کشور توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی و ساخته شده. حفاظی که ما ساختیم بیستش پلی اتیلن هست و یه سری فیلرها به اون اضافه کردیم تا به اون خواستهایی که داشتیم برسیم. حفاظ نانوکامپوزیت آزمایش های تضعیف نوترونی و فوتونی و تست های مکانیکی و گرمایی رو با موفقیت پشت سر گذاشته. روی سفینه های فضایی یا به عنوان پوششی برای لباس‌هایی که برای فضانوردان استفاده بشه. مهمترین کاربرد این حفاظ‌ها حفظ سلامت فضانوردان در سفرهای طولانی به فضا است. پیش از این از آلومینیوم برای حفاظت در مقابل تشعشعات فضایی استفاده می‌شد. دانشمندانی که توی ناسا روی این زمینه کار می‌کنن خب متوجه شدن که در واقع آلومینیوم با توجه به پرتوهای ثانویه‌اش انتخاب خوبی نیست. بنابراین اونها هم در واقع تحقیقاتشون رفته به سمت ساخت کامپوزیت‌ها. تو این پروژه هم در واقع ما روی کامپوزیت‌های کار کردیم که بتونن جانشین آلومینیوم بشن. نتایج این طرح تاکنون در قالب چند مقاله علمی در همایش‌های ملی و بین‌المللی ارائه شده. به یکی از کارخانه‌های دارویی ایران سری بزنیم که 50% صادرات دارویی ایران از این کارخونه به 20 کشوره و داروهای خاصی هم تولید می‌کنه که در تولیدشون سومین تولید کننده دنیاییم. بیش
بیش از 180 قلم دارو در اکسیر تولید میشه در بخش های استریل، جامدات، مایعات و سفالوسپورین ها. شرکت داروسازی اکسیر بروجر یکی از بزرگترین واحدهای تولید دارو در کشوره. 50% صادرات داروی ایران توسط اکسیر انجام میشه. این شرکت در سال 1373 فعالیت خودش رو با تولید 20 قلم دارو آغاز کرد. داروهایی که در بین اونها اقلام انحصاری هم وجود داره. از جمله داروی اینترفرون گاما. دارویی که بعد از کشورهای آمریکا و آلمان ایران سومین تولید کننده اون در جهان. یک داروی در واقع بیوتکنولوژی هست که برای مجروحان جنگ و بیماران شیمیایی استفاده میشه. بهره برداری از فناوری های روز دنیا در خطوط تولید بسیار کمک کرده در جهتی که کیفیت داروی ما در منطقه و در کشورهای اطراف مرتعید واقع بشه. محصولات این شرکت حالا به 20 کشور جهان صادر میشه. به کشورهای مثل اوکراین، عراق، افغانستان، یمن، حتی بلاروس صادرات داریم. موفقیت در کسب استانداردهای مختلف، صادرکننده نمونه، جلب اعتماد شرکت‌های بین‌المللی در انجام پروژه‌های مشترک، گوشه‌ای از موفقیت‌های این شرکت داروسازیه. در کنار شرکت بزرگ اکسیر، ما کارخانجات تولید داروی دیگری هم داریم، از جمله داملوران رازک و بایر افلاک داروهای دومی تولید میکنند و همچنین دو کارخانه تولید کننده داروهای طبیعی. زندگی ماشینی امروزی موجب شده خیلی از مشاغلی که در کارگاه‌های کوچک خلق کننده آثار نفیس و با ارزشی بودن به فراموشی سپرده بشن، مشاغلی که اون روزها سری داشتن تو سرها. در گذشته نچندان دور، مشاغل سنتی در مغازه‌های کوچک و خاک خورده بازارهای قدیمی نیازهای زندگی مردم را برآورده می‌کرد. قطاری 50 تا 100 تا شتر بود بار می‌آمد اینجا و از اینجا بار می‌کردن می‌رفتن برای بیرون. در این بازار گیوه دوزی بود، دباغی بود، آهنگری بود، دستخاله درست می‌کردن. متاسفانه همه اینها امروزه به بوته فراموشی سپرده شده. گیوه دوزی، حلبی سازی و آهنگری تنها مشاغل سنتی در خانسارند که با آخرین بازمانده های خود هنوز نیمه جانی دارند. 11 سالگی من دکون باز کردم، حلبی سازی کوبیدم تا لگن افشا سالم. من الان 73 سال به حساب عمرم داره میگذره و در خود 12 سالگی اومدم تو این کاره. شاید از اون پایین تا اینجا 50 تا گیوه دوز بود و تخکش. قاشق تراشی هم شغلی سنتی است که پس از مرگ آخرین بازمانده های آن دوباره به دست جوانی خانساری احیا شده. ایشون تنها کسیه در حال حاضر که سنت قاشق تراشی ها توی خانسار که حدوداً 20 یا 25 سال بود به کل منسوخ شده بود احیا کرده. با آقا میرزای مهرابی آشنا شدیم که یکی از استادای قدیم خانسار بوده. چون من به قاشق تراشی علاقه داشتم از ایشون خواهش کردم که منو به عنوان شاگرد ببریم و الان هم در حدود 8 9 ساله که ما داریم رو زمینش کار میکنیم که یه بار دیگه این شغل رو به امید خدا تو خانسار احیاش کنیم. 30% محصولات پالایشگاهی ایران ماده کم ارزشیه به نام مازوت، اما جوانهای البرزی از همین ماده نفتی ترکیبات با ارزشی ساختن مثل پروپیلن. نام مازوت که به میان میاد برای کارشناسان و اهل فن مساویه با کم ارزش‌ترین فرآورده نفتی و منبع آلوده کننده هوا و محیط زیسته. چیزی حدود 30% از محصولات پالایشگاهی ما مازوت هست و این یه مقدار بسیار عظیمی هست که برنامه خاصی هم براش وجود نداره. ولی با تلاش و پشتکار متخصصان جوان کشورمان این معادله به هم خورد و برای نخستین بار در جهان مازوت بستری شد برای به دست آوردن ماده‌ای با ارزش در صنعت پتروشیمی. سوخت مازوتی که هر تن آن بدون محاسبه هزینه حمل و نقل هول و هوش 100 دلاره حالا میتونه بستر درآمدهای هنگفت برای کشورمون باشه. پروپیلن با ارزش ترین محصول پتروشیمیایی دنیا هست، کمبود شدیدی تو دنیا وجود داره. قیمت جهانیشو من خدمتتون عرض کنم چیزی حدود 1600 دلار در هر تن هست که علاوه بر این ارزش افزوده از مواد اولیه پتروشیمیایی پروپیلن میشه در تولید پارچه، باندهای پزشکی، قطعات پلاستیکی خودرو، لوازم خانگی و الیاف مصنوعی استفاده کرد.
لحظاتی رو در این برنامه اختصاص دادیم به محققی شهر کردی که درباره آرد و سبوس پژوهش‌های کاربردی انجام داده. اگه کیفیتش خوب باشه هم دوریزش کمتر هم موندگاریش بیشتر میشه. خانم قاسمی پژوهشگریه که موفق شد در مدت یک سال پژوهش آرد رو با آنزیم‌های مختلف فراوری کنه و کیفیت اون رو افزایش بده. ما 6 نوع آرد تخصصی میزنیم: توست، باگت، پیتزا و کیک و شیرینی. تحقیق دیگه این محقق پایان دادن به محدودیت مصرف سبوس گندم به خاطر ماده به نام اسید فیتیک در سبوسه. تونستیم میزان اسید فیتیک در سبوس فراوری شده را به میزان خیلی چشمگیری نسبت به سبوس خام کاهش بدیم. در نتیجه ما الان دیگه یه منبعی از فیبر داریم که میتونه در کاهش بسیاری از بیماری ها مثل تصلب شرائین، فشار خون، دیابت، یبوست و سوء هاضمه بسیار مؤثر باشه. آرد فراوری شده خانم قاسمی خیلی زود از یک واحد تولید آرد بازار مصرفش به واحدهای تولید نونهای صنعتی استانهای همجوار راه پیدا کرده. آرد فراوری شده ما همکنون هم در اصفهان، هم در شیراز، هم در تهران، کاشان و شهرهای اطراف مشتری داره. آردهای تخصصی برای نانهای مختلف و محصول دومی که در کارخانه آرد استان تهیه شده، آردهایی هست که در واقع هم بر کیفیت نان اثر خواهند گذاشت و هم باعث میشن که بعضی از عوارض نانهای سبوسدار از جمله کمخونی مرتفع بشه. محصولات تولیدی این محقق در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده. و تصاویری ببینیم از طبیعت این روزهای ایران زمین. ممنونیم که با یک باخبرنگاران دیگه تا پایان با ما همراه بودید. همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما هستیم با این ایمیل. ایام بکام، خدایا رو نگهدارتون.